در بین شما پیشکسوت ها و اساتیدی حضور دارن، نورس ها و شکوفه های تازه‌ای هم به حمد الله حضور دارن. هر کدام یک لطفی دارید، هر گلی بویی داره و تأسف ما فقط از اینه که نمیتونیم از همه این گلها استفاده کنیم. تأسف نخورید، لطفاً تأسف نخورید، شما خودتون گلید، گل خشخاش. انشاءالله عمرتون هم مثل گل باشه. از اونجایی که گفتید میخواید از ما گلا خلاصه یه استفاده بهینه ای بکنید، میتونید از خود بنده استفاده کنید. بنده فرید کاکتوس هستم، آماده استفاده کردن شما. خب در این قسمت دعوت میکنیم از خانم دکتر عباس لولو که شعری رو که آماده کردن برای مقام عظما بخونن. ما این شعر رو البته مقام عظما تیمی کار کردیم. لولو بیا. شبیه باد همیشه غریب و بی وطن است، شبیه کف موقع مسواک بر دهن است. البته قسمت اولی که ایشون گفتن بحث تنظیم باد مقام عظما بود و بی وطنی و همچنین بی وجودیشون که منم قسمت کف کردنشون رو گفتم. لولو بیا. کسی که کار جهان لنگ میزند بی او، علی جدا که کنون فکر عظما شدن است. فکر چی؟ فکر عظما شدن، همچین عظمای تریپ مشی لاستیک بند بوق خربوزه‌ای. حالا مصرع بعدی رو من میگم، خانم لولو تکمیلشون میکنن، میگه ز بحر قامت عظما یه چهار جوابی بیا. فرشته نیست، پری نیست، اجازه بده، اجازه بده، اجازه. خیلی 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 هیجانی شد، خیلی اجازه. همه همینجوری چشم بغض زده دارن مقام عظما رو نگاه میکنن. من مطمئنم که میخواد مقام عظما رو بگه، به خاطر همین یه بار دیگه بذارید خودشون بگه. من میدونم میخواد مقام عظما رو بگه، ولی بذار خودش بگه. خودش بگه، بگو یه بار دیگه. فرشته نیست، پری نیست، حور نیست، زن است. اوکی بچمو خان، واقعا خواهش میکنم، ما داغون کردی خانم لولو. مقام عظما رو کشتیش، همین تر همینجوری کنتکس رولکسش هم کردی. عزم ببخشید، چون دیگه قافیه به تنگ اومده بود، مجبور شدیم این بحث رو بگیم دیگه. وطن و این چیزا بود آخرش اینا. حالا خوب بود؟ آفرین، خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب. بعضی ها خیال میکنن که اگر بخوان از زن حمایت کنن باید این گرایش های فیمینیستی و این حرف های بی ربط رو مطرح کنن. عزم گفتی چی چی تیستی؟ چی چی نیستی؟ کجا هستی؟ فیلمی هستی ها؟ از این کلمات هم بلدی؟ البته هزار البته نمیدونم میدونن یا نه، الان فیمینیست های جدید هم اومدن از حقوق مقام عظما به عنوان یک مرد فرهنگی دفاع میکنن. مرد هنری، مرد فرهنگی، مرد شامل زنها هم میشه. بیا بیا آقا بیا. بعد میگن تو جمهوری اسلامی زنها آزادی ندارن. آقا مقام عظما خودش حکم صادر کرده، مرد شامل زنها هم چی میشه؟ خب پس همه زنها رو از فردا باید بریزیم تو دریا. مقام عظما خودشون چپ چپن، چپ همه، اصلا اون ور فمینیستا چپ شدن. الله سلام آقای مهربان زیارت نامه ها. سلام آقا جون، سلام علیکم، سلام علیکم. شعر تو بخون، شعر تو بخون. بال عباش پهن که می شد باران می آمد و شبه جزیره بوی پروانه می گرفت، عمامش جمع که می شد برف می آمد شبه غاره بود و شپش در جیبش سقاق می انداخت، سفرش آب آینه، چاشتش ترانه، اجاقش گلپونه، به هیئت کلمه عشق رنگ لبهاش. خب حتما کفشش آب هویج و نهارش قالپاق و به هیئت بسیجیان ولایت خوش آمدید. بابا این چه مزخرف سرایی تو میکنی آخه، قرمون شکلت برم دیگه. از این وضعیت مقام عظما سوء استفاده نکن دیگه آخه، رعایت کن خواهش میکنم. من تعجب میکنم شما این کار رو میکنیم با مقام عظما. مقام عظما این شعر اهانتبارشو به شما رو چیکار کنیم آخه؟ ما بدید این شعر رو خوشنویسی کنن بفرستید برای بنیاد ایثارگران. عجب گیری کردیم وسط این دیوونه میوونه ها جمع شدیم. یکی مزخرف میگه، یکی میگه خوشنویسیش کن بفرست نمیدونم کجا. ولش کن، نخواستیم، نخواستیم. از آقای حداد قاطر درخواست میکنیم که شعرشون رو اینجا بخونن. بفرمایید. همچون پرندگان سبک بال میپرند از شاخسارها به سوی آشیانه ها، در اوج فتنه باز به گوشت نواختند سیلی به دست ها و به پاشان بهانه ها. آفرین آفرین. اون بهانه ها چی بود؟ اون پایشان
بهانه ها، یعنی پاشون دنبال بهونه میگرده که خلاصه یه جوری اردنگی رو بیان برات. ما در پاشون چرا، در دلشون باز باشه. پاشون لگد میزنن دیگه، آخه گوش ماق با دلشون که نمیتونن لگد بزنن. من تعجب میکنم این حرفو داره میزنی. عین اینه که من با کمرم بخوام بیام بزنم تو گوشت. این میشه؟ نمیشه. حالا میگی من چیکارش کنم؟ عوضش کنم؟ بله حتما عوضش کنید. بله نه باشه. نه اون در پایشون بهانه معنی نداره دیگه، اونو باید یه جوری درستش کنید. چی گفته باید درستش کنیم؟ چی گفته باید درستش کنیم؟ اصلا به تو چه رفتی داره؟ به تو چه رفتی داره؟ من نمیدونم آخه مرد که تلس شکسته شاسی در رفته دیگه، به اشعار ما که تو بلایت نداری که، داستانی داری ما. نه تا دهنم باز شا، یه نه دهنم باز شا، یه طیب الله و یه قاعده رو بخوابون. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب، خوب باشه. خوبه. حالا یه قطعه نماهنگ داریم که آقای کافی هنگشو میان، من نماشو میام. برو بریم. شب در انبوه ظلمت سحر شد، آسمان نم نمک تازه تر شد، زلف پرچین شب تاب برداشت، دستی از حوض گل آب برداشت. عاشق از چشمه دل وضو کرد، چند رکعت خدا آرزو کرد. دل نگو صحن مشکو زبرجد، شمع و مشکاتی از لعل و از جد. گریه در چشم او جوش میزد، عزم رفتن در او شور میزد. مرکب از نور آمد براقش، لؤلؤ لا به زین و یراقش. چشم او خیره بر بینشان بود، مقصدش آن سوی کهکشان بود. آسمان راه آیین بندش، راه شیری قبار سمندش. باد در یال اسبش قرنفل، طیفی از آینه موجی از گل. خیلی خوب، خیلی خوب، چه وزن قشنگی و مضمون خوبی. خیلی خوب، آفرین. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب، همش از وزن شعر این بابا تعریف کردیم. ما این همه رفتیم وسط، این همه عرق ریختیم، مثلا انگار نه انگار ما رو نهیدیم، مثل این که بیچه شروع. واقعا اب نداره، اب نداره، حیف اون همه عرقی که برای تو ریختیم. ما یه آهنگ آماده کردیم، یه شعری آماده کردیم، ما آقای بیابانکی تلفیقی، تلفیقی با هم دیگه که میشنویم. بیابانکی بیا. با آمدنت کمی به روزم کردی، آرنولد بودم تو تام کروزم کردی. هم سوخت دلم ز رفتنت هم پدرم، ای بر پدرت که دانه سوزم کردی. شکر ایزد فناوری داریم، صنعت دام پروری داریم. گشت ارشاد اگر افاق نکرد، ما به جایش ولی فقی داریم. ما برای ثبات اصل حجاب، روسری یا که توسری داریم. جای حرف حساب از عظما، تا بخواهی دریوری داریم. آفرین، آفرین. آقا به عنوان عضو کتاب، به عنوان عضو کتاب خودمانیم بچه ها. امشب ما عجب عزمای خری داریم. عزمای خری داریم. آفرین، آفرین، ماشاءالله. خیلی خوب بود، خیلی خوب. آفرین. هم لفظ خوب بود، هم تنظیم شعر از لحاظ قافیه و ردیف خیلی خوب بود، الحمدلله. مضامین هم که خوب بود، الحمدلله. خب حالا دیگه برنامه هم تموم شد دیگه، الحمدلله. خانواده خوب هم دست بوسن، الحمدلله، الحمدلله. شما خودتون خوبی؟ الحمدلله، الحمدلله. کاری هری؟ الحمدلله، الحمدلله. تایوال نماز کو؟ الحمدلله. مقام عزمان زرتش خمسور شده، الحمدلله. عجب عزمان.